سلام به شما همراهان همیشگی تاپ 5 فارسی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از اولین واکنش آقای ماین ما خواننده خوشصدای ایرانی به خبر بازگشتش و احتمال زندانی شدنش با ما همراه باشید طی سالهای گذشته بعضی از هنرمندان ایرانی خارج نشین که در بین اونا نام بسیاری از خوانندگان لس هم به چشم میخوره قصد بازگشت به کشور رو داشتن در این بین بعضی از اونا موفق شدن هرچند که هیچ کدوم موفق به ادامه کارشون در ایران نشدن اما تعداد زیادیشون به کشور برگشتن و به شهرها و جاهایی که دوست داشتن سفر کردند. اولین نمونه از اونا حبیب محبیان معروف به حبیبه که نوازنده و تران سرشناس و صاحب سبک ایرانی بود اون به ایران برگشت و بعد از اینکه موفق نشد کارش رو ادامه بده در خورداد 95 در روستایی در رامسر دار فانی رو ودا گفت و همونجا هم به خاک سپرده شد. اون در سال 88 با نوشتن ای به رئیس جمهور وقت یعنی محمود احمدی نژاد خواستار بازگشت به کشور شده بود که با موافقت ضمنی و با پذیرفتن برخی شرایط به همراه همسرش به ایران برگشت و در رامسر اقامت داشت. حبیب مدتها از بیماری قلبی رنج می‌برد و در نهایت بر اثر ایست قلبی در 68 سالگی درگذشت. خواننده بعدی بیژن مرتضوی، موسیقیدان، آهنگساز، تنظیم کننده و ویولونیست و خواننده معروف ایرانی که قطعات بیکلامشم بارها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده. اون چند سال پیش برای گرفتن اجازه فعالیت و منتشر کردن آلبوم در ایران به کشور برگشت. حتی با یکی از شرکت های معروف نشر موسیقی هم مذاکره ای داشت اون روزا خبرهای تایید شده ای به گوش می رسید که حاکی از بازگشت قریب الوقوع همه هنرمندان شناخته شده لس آنجلسی به کشور بود حتی تعداد زیادی از بازیگران قبل از انقلاب هم به کشور برگشتند اما موفق به ادامه کار نشدند قیصر هم مدتی پیش در یکی از مصاحبه هاش گفته بود به ایران برگشتم برای یه سری از کارهای خانوادگی و ارث و میراسی که بود اما وقتی برای مسافرت به یکی از کشورهای دیگه به فرودگاه امام مراجعه کردم تازه اونجا متوجه شدم که اجازه خروج از کشور رو ندارم و یه راست باید برم دادسرای سرای عمومی این خواننده بعد از خوندن ترانه های 6 و 8 رو پرطرفدار شدن داخل ایران تصمیم گرفته بود که به کشور برگرده شاید بتونه اینجا هم مجوز بگیره و کارش رو ادامه بده حالا اما در روزای گذشته محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست هیئت دولت درباره برخی مسائل فرهنگی و هنری در مورد بازگشت خواننده ای به کشور صحبت کرده مثل حالا مثل خوب. اگر ایران خوب. اجازه فعالیت حالا اجازه فعالیت کار بعدیه بو بحث بر... و حضورشون در ایران هیچ مشکلی نداره اونم طبق قوانین انجام میشه هر ما، هر کاری در مورد هر فردی در ایران انجام میشه قانون دیگه قانون حاکمه این حرف ها واکنش های جنجالی و گسترده ای رو در فضای مجازی به دنبال داشته اون در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره شرایط بازگشت هنرمندانی مثل معین گفت حضور ایشان در کشور هیچ مانعی ندارد هرچند که ترانه های معین هم مانند بسیاری از خواننده های ایرانی خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی غیر مجاز محسوب میشه و مطمئنا مجوز انتشار رسمی رو داخل ایران دریافت نمیکنه اما وزیر ارشاد در مورد حضور خواننده های لس آنجلسی در کشور اون رو بلامانه دونست اما گفت در مورد ادامه کارشون باید حتما مجوز بگیرن که بعد از اون محسن برهانی وکیل دادگستری با اشاره به این اظهارات وزیر ارشاد درباره اینکه از نظر قوانین ایران هیچ یک از اتباع ایران رو نمیشه ممنوع الورود کرد گفت اما دستگیری شخصی در فرودگاه یا ممنوع روجی بعدی و ممنوع الکاری و غیره ربطی به ورود آزاد نداره اون در ادامه نوشت با توجه به برخی مواد قانونی داخل ایران، مجموعا 28 سال حبس در انتظار این هنرمند خواهد بود. بعد از اون هم کاربران فضای مجازی ماجرای حبیب خواننده لس آنجلسی رو که از لس آنجلس به کشور برگشت ولی به اون اجازه برگزاری کنسرت رو ندادن و با این آرزو چشم از جهان فروبست اشاره کردند. تعدادی از کاربران هم با اشاره به اینکه بسیاری از خوانندگان و گروههای موسیقی داخل کشور هم در شرایط کنونی اجازه فعالیت هنری ندارند این اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد درباره برگزاری کنسرت معین در ایران رو فقط یک جوک یا شوخی توصیف کردند بعضی از کاربران دیگه هم به مسئله برگزار نشدن کنسرت در بعضی از استانهای ایران مثل خراسان و اصفهان اشاره کردند و گفتند کنسرت های اخیر در این شهرها و استانها با حجوم افراد و گروه های خودسر لغو میشن بنابراین خواننده های داخلی هم جرأت برگزاری کنسرت رو در بعضی از شهرهای داخلی ایران ندارن حالا هم آقای حسن شمایزاده آهنگساز و خواننده پرطرفدار ایرانی در توییتی به این مسئله اشاره کرد و گفت امشب دوست و همکار نازنینم هم معین به من تلفن کرد ضمن گفتگو صحبت ما کشیده شد راجع به دعوتش به ایران گفت بله چنین صحبت هایی شده ولی از طرف مقامی گفته شده که طبق این ماده و فلان ماده باید 28 سال برم زندان اون در ادامه گفته من عاشق این فرصتم که بخوام به کشورم برگردم اما اگه قرار باشه که برم و فقط زندان های ایران رو ببینم حاضر نیستم برگردم ممنونم که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کردین